رژیم در ادامه دود و دمهایی که بیشتر نقش سرخ کردن صورت با سیلی رو داره، یک مانور دریایی هم اجرا کرد به نام اتحاد 87 که توش بالاخره معلوم نشد که کی با کی قرار بوده متحد بشه. خودشون میگفتن که برنامه این مانور شامل اقدامات تاکتیکی علیه یگانهای دشمن فرضی در دریا و نیز کشف، شناسایی و انهدام نیروهای نفوذ کننده با استفاده از ناوشکنهای رزمی، زیردریایی ها و هواپیماهای تاکتیکی شناسایی و بدون سرنشین بود. بعدم گفتن نمیدونم بمب پرنده شلیک کردن منطقه با هواپیماهای F4 که اینا متعلق به دهه 60 میلادی هستند، 1962، یعنی بیش از 46 سال پیش. رژیم اومد برای اینکه این دود و دم رو تکمیل بکنه، خبرنگار هم فرستاد و از صحنه این مانور گزارش تهیه کردن که احتمالاً اینجا اشتباهش بود، به خاطر اینکه این مانور مضحک رو که جز دود و دمی نبود بیشتر لو داد و با صحنه های خنده دارش بالاخره موضوعی برای خنده و شوخی فراهم کرد. همین بچه های قواص و نیروی دریایی هستن، اصلا همشون ضرور هستن، از نیروی هستن که بمنام هستن، نه چهره شون دیده میشه تو زیرا هستن، نه چهره شون شیده میشه. هر بازن احتمالا خبرنگار رژیم که متوجه شده بود همه چی چاخانه، فکر کرده بود که دریا و آبش هم احتمالاً جزو همین چاخانه هست، بدون اینکه شنا بلد باشه پرید تو آب. بنابراین تنها فایده‌ای که این نیروهای به اصطلاح دریایی رژیم داشتن این بود که این خبرنگارا از تو آب کشیدن بیرون، آوردن سوار قایق کردن. مردم ما به درستی میگن که مجلس رژیم عصاره رذایل و پلیدی های این رژیم هست. حالا یه جمعی از این اراذل و اوباش عضو این مجلس در دورهای مختلف رو رژیم اومد جمع کرد تحت عنوان همایش 30 سال قانونگذاری و نظارت، که خلاصه حدود 500 از این نماینده های 7 دوره قبلی مجلس رو جمع کردن، قاطی نماینده های دوره 8 کرده بودن ریخته بودن توی سالونی، و حالا جمع کردن این مجموعه دزد و چپاورگر چه هنر مهمیه بماند، آنچنان دودم را انداختن و آنچنان تبلیغ میکردن که انگار مثلا چه خبر مهمی شده که اینا رفته از این طرف اون طرف آوردن توی سالن مجلس و توی صحن مجلس اینا رو ول کردن. سر مسائل مختلف بسیار روده درازی کردن و انبوهی حرف زدن، انبوهی هم نیش و کنایه به هم زدن، به خاطر اینکه خب تو رژیم آنچه که حاکم هست سگ دعوا و جنگ گرگ هاست. رفسنجانی اینطوری طعنه خودش رو زد: شخصیت ها و مدیر ها و ذخایر و عتیقه ها کروبی هم با همون فرهنگ آخوندی اومد جواب رفسنجانی رو داد. گایم در مجلس میفرمودن که مجلس عواما، بعدم جوابش میدادن که خودت هم رئیس عواما هستی. اما وقتی نوبت بخور بخور رسید اختلافات یادشون رفت، گفتن میخوایم از مدرس تجلیل کنیم، اما معلوم نیست که چرا سر سفره این تجلیل انجام میدادن. فکر جمعی مجلس هشتم پرهیز از امور خرد و حاشیه‌ای و تمرکز بر مسائل پر اهمیت کشور در جهت تحقق سند چشمانداز است. یک شکم سیر و پرخوری مفصل همشون رو راضی کرد. دیدن من بسیار خوب بود. بسیار مثبت. غلام حسین الهام سخنگوی دولت پاسدار احمدی نژاد که ظاهرا کباب کوبیده زیاد خورده بود اینطوری واکنش نشون داد. پیام بسیار کوبنده‌ای به مخالفین و بداندیشان انقلاب اسلام داد. حداد عادل هم طبق معمول جست نچسب روشنفکری گرفت که برای
کسی که رئیس مجلس ارتجاع بوده خب خیلی مشمعز کننده. خب مرد خردمند خرد پیشه را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن واندگری تجربه بردن به کار. یکی از دوستان پیک شادی در جواب این شعرخوانی حداد عادل گفت: دزد چپاولگر سرگردنه، قاتل خونریز و دد و نابکار، وه که چه زیباست که کرده است خلق، روز شما رو به حقان شام تار.